یک گفتگوی ویژه در قصر چارچنار در ارگ ریاست جمهوری افغانستان. در این برنامه میخواییم که با بانوی اول افغانستان که البته پس از چندین دهه برای اولین بار یک بانوی اول یا خانم فرد شماره که افغانستان میتونه که در انظار عامه ظاهر شود. کار بانوی اول به عنوان نخستین بانوی افغانستان و همزمان به این عنوان یک زن که میخواهد تغییر در زندگی زنان افغانستان بیاره امروز مورد بحث ما قرار خواهد گرفت. همزمان به او در مورد مسائل سیاسی، حکومت داری و فساد هم و همچنان رابطه شخصیشان با شخص رئیس جمهور افغانستان صحبت خواهیم کرد. بانو رولاغنی، مشهور به بی بی گل، بسیار زود خوش آمدین به برنامه ما. تشکر از اینکه به ما فرصت دادین. تشکر از شما، تشکر از طلوع که اینمی فرصت به ما میده که مردم بتونه سوال که داشته باشن بیاین مباشرا پرسان کنن و جوابش بگیرن. تشکر از شما. میخوایم در اول بدانم که بانوی اول بودن در کشور مانند افغانستان که یکی از بدترین جاها برای زن بودن است چی معنا داره؟ والا در اول هیچ نمیفهمیدم. وقتی که ارگ آمدم هیچ نمیفهمیدم که نقش ما چی باید باشه و هیچ کس برای ما نگفته و در کدام جای، در کدام کتاب، در قانون اساسی هیچ ذکر نشده. همینطور شد که ما البته برای دو هفته ششتم خانه و سر از او فکر کردم و یک چیز بسیار واضح برای ما بود که بودن یک بنو اول امرش یک مسئولیت میاید که من مسئولیت دارم که بفهمم که امی مردم افغانستان چی وزر دارن، از چی شکایت میکنن، تقاضایشان چیستن، امیدهایشان چی هستن. و وقتی که امرای رئیس گپ زدم او گفته بود خیلی تو میتونین این امی یک تعمیر اونجا بوریم، یک اتاق بگیرین، یک دفتر واز کنین و همینطور شروع شد. و در اول من میفهمیدم که زیاد هیچ معلومات زیاد نداشتم. زیادتر وقتی ما از قبل البته بود 2014 بود، البته در نمی 10 سال قبل یا 12 سال قبل زیادتر ما وقتی ما ترم کردم امرای یک مؤسسه که با نام آشیانه است که امرای اولادا که سرسرک کار میکنن اونا نگاه میکنن، تربیه میکنن، کمک میکنن و ما امرایشون کمک میکردم. ولی از حکومت افغانستان، از مردم که سیاست مدار هستن ما بسیار کم معلومات داشتم و از وضع مردم معلومات نداشتم. بسیار خوب. حال شما به هر صورت دفتر بانوی اول افغانستان از اکتبر سال 2014 یا میزان 1393 اگر اشتباه نکنم شما تأسیس کردین و در این مدت شما میدانین که هزاران سرباز افغانستان کشته شدند، یعنی هزاران مادر مانند شما فرزندان خود از دست دادند. آخرین باره که شما سر زده باشین به خانه یکی از این مادرهایی که فرزندان خود از دست داده باشه چی وقت بوده؟ البته دو هفته پیشتر پیش ما یک گروپ اومده بود از نینگرهار. اینجا اومده بودن برگ؟ به دفتر ما اومدن، میاین دیدن ما و متاسفانه از اونا یک نفر کشته شد و چندین نفر زخمی شدن. ولی شما نرفتین به خانه مثلا مادرانی که فرزندان خود از داده باشه به عنوان بانوی اول افغانستان؟ یک چیز باید بفهمین، از خاطر امنیت ما بسیار قید هستم. مردمی که مسئول امنیت ما هیچ مرا تشویق نمی کنن که بیرون برم. یکان دفعه سرشان زور دارم و میرم ولی بسیار کم، البته هر دو ماه یک جای میرم. ولی از او خاطر من مشاورین دارم که البته رقم نمایندگی هستن از ما میرن، چون دین دفعه اونا رفتن با فامیل هایی که دما بینشان شهید شده بودن.
از اردو باشن یا از حوادث که می باشن در کابل. اونا زیاد رفتن و هر دفعه که یه چیز هست دل ما می سوزه و دلشون هم می سوزه. و ما کوشش میکنیم که تسلیت بدیم ولی زیادتر چی کنیم؟ البته زیادتر است که ما امرای هر کس که گپ میزنم پشتیبانی صلح میکنم. چون فکر میکنم که تمام مردم افغانستان از جنگ خسته شدن. بدون شک. خب بیاین در مورد دفترتان صحبت بکنیم. شما بودجه دفترتان چند است و از کجا چگونه تامین میشه؟ که بودجه چند است راستی دقیق نمیفهمم. چیز که میفهمم که چیز که در فیسبوک اومده در چیز اجتماعی البته نزدیک امی چیز است. ولی باید تفسیر کنم که این بودجه سر چی است. بودجه سر معاشای کارمندای ما که اونا علی شروع کردم امرای یک کارمند علی 12 شدن که البته 5 مشاور دارم و دیگرشان کارهای اداری پیش می برن. مشاورین تانا چگونه استخدام کردین؟ آیا کسان هستن که در افغانستان زندگی کردن یا کسان هستن که بیشتر در بیرون از افغانستان زندگی کردن؟ من چرا این سوال پرسان می کنیم؟ به این خاطر می پرسم که آیا مشاورین شما بخشن؟ مشاورین شما با زندگی روزمره زنهای افغانستان که شما بیشتر بر زنها کار میکنین آشنایی دارن یا کسایی هستن که از بیرون آمدن و با شما بیشتر آشنایی دارن؟ سوال بسیار بجای است. اینطور است که ما 5 رقم که گفتم 5 مشاور دارم فعلا که 3 از اونا امونجا کلان شدن و البته در افغانستان البته در وقت جنگ یک جای رفتن. امی 5شان در افغانستان تولد شدن و کلان شدن ولی 3 اونا امینجا بودن و البته یکی به هند رفته برای تحصیلات عالی، یکی به ترکمنستان رفتن در وقتی که مشکلات زیاد بودن و یکی دیگر فکر میکنم که هیچ وقت برای مدت طولانی بیرون نرفته ولی برای ورکشاپ ها و چیز این سالهای چیز یعنی هیچ کدومش از امریکا بر نگشتن؟ نه، دو دیگر که امونجا تولد شدن و هم یکیشان امینجا شهرت پیدا کرد که خانم زورا یوسف است. او وقتی که از امینجا برامده در وقت یک خانم بسیار مشهور بود، یکی از همکارایتان است که مولید RTA کار میکرد، یک آناؤنسر بود که یک چیز برنامه داشت که انوز مردم که دفتر ما میاین اونا چی دارن میفهمن دینامی از سر از این وقت گپ میزنن که چطور بود و چی رقم و کی را از نفرای آورده در پروگرامش. سوال بعدی ما در مورد کارمندان دفترتان است که اینا خو کارمندان دولت افغانستان هستند، درست؟ بله. از دولت افغانستان معاش میگیرن. بله. روش استخدامشان چیست؟ آیا از طریق اصلاحات اداری میآیند یا؟ والا در وقت اصلاحات اداری زیاد چیز نمیکرد. زیاد گپ نزد. علی میفهمم که اصلاحات اداری سرش زیاد چیز میکنن. منتها در مبین قانون منابع بشری معاششان یک معاش معقول است برای کس که در حکومت کار میکنن. اگر بیرون میبودن البته 2 بار یا 3 بار میگرفتن ولی معاششان اکازیاد نیستن و رتبهشان یک رتبه مناسب که چی داره، چی شهادت نما دارن و چی بسیار خوب. از سال 2014 تا به حال، از زمانی که دفتر شما تأسیس شده تا به امروز، چی کارهای اساسی رو دفتر شما انجام داده که در زندگی مردم افغانستان بخصوص زنها تغییر آورده باشن؟ رقم که ما گفتم در اول همین صحبت، ما که اومدم هیچ اجندا نداشتم، هیچ نمیفهمیدم که نقش خانم اول چیست. از او خاطر در اول تصمیم گرفتم که باید ما گوش کنم، ما باید بفهمم که مردم چی کار دارن، چی میخوان. و از او خاطر یک پلیسی داریم، پلیسی دروازه باز که البته هر کس که میخواد
و همینجا باید بگویم از خاطر که این پخش میشه هر کس که میخوام میتونه به دفتر ما ارتباط بگیره و یک وقت بگیره. چون یک آوازه هستن که ما نفرای نمی بینم یا که مشاورین ما نمی مانن که کس پیش ما بیاید و این درست نیست. در وبسایت ما نمره تلفن هست و وسیله که چطور آدم میتونه بیاید. اونا میاین امرایشان میشینم گوش میکنم که مشکلشان چیست. پس اون که ببینم مشکل امرایشان بحث میکنیم که رای حل چیست. و وقتی که و هیچ وقت من نمیگم که رای حل باید امیتور باشه. اونا میفهمن که وضعشان چیست. میفهمن که چی کویدات دارن در محیطشان. میفهمن که چی میتونن کنن چی نمیتونن کنن. ولی وقتی که تا قرار میگیرن که چی رای حل است ما میبینیم که چطور تسهیلات میتونیم بکنیم. یک چیز سوم که من میکنم هم که هم آگاهی میکنم. از خاطر که وقتی که من اومدم دینامی بست بوین که بانو اول شدم دیدم که خارجی ها بسیار از خانومای افغان بسیار یک نظر داشتن که اونا بسیار زهیر هستن، منزوی هستن، هیچ توان ندارم که گپ بزنن و چیز و ما امی تجربه ما در فامیلی ما و امرای دوستای ما که زنای افغان عادی هستن رقم کلی زنانی دنیا میتونن تعبیر کنن از شکایتشان یا از امیدوارشان و ما کوشش میکنم که آگاهی کنم آگاهی بتین به مردم بتون که اینمی چیز هست که خانمای افغان خانمای کاوی هستن و میتونن دستاورد بسیار خوب باشن. روزی که شما برای اولین بار در کمپاین های انتخاباتی 2014 ظاهر شدین در کنار دکتر صاحب اشرف غنی که پسان رئیس جمهور افغانستان شدن یک امیدواری خلق شده بود که با آمدن شما ممکن است که زنها در جامعه افغانستان نقش بهتر از گذشته داشته باشند. اما در 4 سالی که شما به حیث بانوی اول خدمت کردین ما کمتر دیدیم که مثلا وزرای کابینه دولت افغانستان حتی وزیرای کابینه تشویق شده باشند تا خانم های خود به انظار عامه بیارن تا مردم بتونن خانم های حداقل وزرای کابینه افغانستان رو بشناسن. آیا شما هرگز در این رابطه با اونا صحبت کردین؟ تلاش کردین سر ذهنیتشون کار بکنین؟ ما براتون پرسان میکنیم چی مهمتر است که یک زن وزیر دیده شوه یا که زنان افغان دسترسی داشته باشند به خدمات صحت، به خدمات تربیت، به خدمات چیز و که برایشان دروازه کار واسه. درست، اما با شما به عنوان یک نقش سمبولیک که میتونه نقش زنان افغانستان تغییر بده در جامعه، تصور مردم از زن تغییر بده در جامعه دیده میشد. به خاطر شما میپرسیم که آیا شما دولت افغانستان، اعضای دولت مانند مثلا ملکه ثریا اینجا عکسش هست، امان الله خان اعضای دولت تشویق میکرد که خانم هایتان رو باید در انظار عمومی برین. آیا شما این کار کردین گاهی؟ او ملک بود. شوهر ما رئیس جمهور است. ملک یک تسلط داره سر توابع اتباعش. ولی رئیس جمهور پیشنهاد میکنه. و مردم باید میگن آ یا نخه. و یک چیز دیگر هست که علی دا فکر ما شد که یکی از اولین روز عید بود البته رمضان بود چون فکر میکنم افطار بود ما آخر رمضان بود ما کوشش کردم که دعوت کنم خانمای وزیرا تعدادشان در کابل بسیار کم بودن یعنی تعداد اکثر خانواده های اعضای ارشد حکومت بیرون از افغانستان هستند. امی چیز بود. امی تجربه ما است. اونا که اومدن بسیار خوش بودیم. یک وقت بسیار خوب تیر کردیم. منتها واقع تمیست. شما ایره میدانین که تعداد زیاد مردم افغانستان شکایت دارن از حکومت افغانستان که اعضای خانواده مقامهای درجه 1 و شمول رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا،
موینا در افغانستان نیستن و یک بحث بسیار جدی است در ما بین مردم افغانستان. چطور میگین از رئیس جمهور؟ مثلا فرزندان رئیس جمهور امروز در افغانستان نیستن. فامیل اونا یک چیز دیگر است که اولادای ما تولد شدن در امریکا. درست. امونجا کلان شدن. امونجا مکتب پانتون خواندن. امونجا کار شروع کردن. اولادای ما جوان نیستن. ما جوان نیستم. اولادای زندگیشون امونجا است و اتو نیست که اختیار ما بود ولی مجبور شدیم که امونجا باشیم چون در وقت وقتی که میخواستیم پس افغانستان بیاین در وقت کل خانواده دکتر صاحب رئیس جمهور در زندان مانده بودن بله. و یکی از کاکایش امونجا کشته شد و چندین سرشان تورچور کردن نمیفهمم که چی میگین دا شکنجه کردن و برای ما بسیار واضح فامیل روان کرده بود که شما در امریکا باشین هیچ پس نبیایین بسیار خوب اولادای ما همونجا زندگی کردن درست علی اینطور است که اونا میاین دیدن ما از یاد چیز اونا دو دفعه سه دفعه در سال میاین دیدن ما درست. ولی زیاد ایرا چیز اعلان نمی کنیم بله. چون اونا میاین دیدن ما بله. و امرایشان میشینیم درست خوب است اگر اجازه شما باشه حال میریم به حضار تالار کسانی که سوال داشته باشن ازشان سوال میگیریم بفرمایید شما خب جلالت ما بانوی اول امروز ما فرض بر این میگیریم و خوشبین هستیم که ما به طرف دموکراتیک شدن میریم و نزدیک میشیم و قرار گرفتن در این وضعیت نیازمند مشارکت سیاسی شهروندان افغانستان البته هدف ما روی برابری است یعنی مشارکت برابری سیاسی شهروندان افغانستان هستند و در این عرصه شما میبینین و شاهد هستین که زنان افغانستان با مشکل مواجه است میزان آسیب پذیری زنان در همچون وضعیت بسیار بالا است ناامنی یک تهدید بسیار جدی فراری زنان افغانستان قرار دارد و محدودیت های فرهنگی مشکل دیگه ای هستن که زنان افغانستان با او دست پنجه نرم میکنن و همچنان نارسایی ها در دستگاه های کلیدی دولت مشکل دیگه ای هستن که این یک معضله شده برای زنان افغانستان در توسعه سیاسی افغانستان که اینا بخواین سهم برابر داشته باشن شما به عنوان بانوی اول کشور چی طرح مشخص و پلان مشخصی دارین برای تقویت مشارکت سیاسی زنان در افغانستان تشکر طرح شما برای افزایش نقش زنها و مشارکت سیاسی زنها در افغانستان چیست؟ خلاصه سوالشون همین بود. بفرمایید. خب یک چیز است که باید بفهمیم که ما توانمندی بسیار کم است. توانمندی است که میتونم مردم را تشویق کنم. ولی نمیتونم پرسان کردیم که پلان دارین. نه پلان ندارم. ما نقش ما میبینم که امرای خانوما گپ میزنم اونا را تشویق میکنم اونا را اگر معلومات ندارن معلومات برایشان پیشنهاد میکنم و اگر کدام مشکل پیدا میکنن و مراجعت به دفتر ما میکنن امرایشان تسهیلات پیدا میکنم ولی چیز که گفتیم صحیح است مشکل است هنوز خانمای افغان دسترسی به برابری ندارن ولی این وقت میگیرن چی بگویم البته ما در زندگی ما نخواد بینم ولی امیدوار هستم که در زندگی خودتان خود ببینیم صحیح شما که ما که دارین بفرمایید سوالتون بگید ممنون هستیم شما چهره ای از زن افغان را دارین نشان میدین که در کنار شوهر خود از خانه تا اقتصاد تا سیاست افغانستان دارن سهم میگیرن اما ما به عنوان یک فعال حقوق زن میخواهیم بپرسم که با اینکه شما دفتر دارین بودجه مشخص دارین بنیادی ترین استراتژی شما برای تغییر وضعیت زن افغانستان چی بوده بانو تا که 50 سال بعد از شما هم چون ملکه ثریا به نیکنامی یاد شوه یک و میخواهیم دوم سال میباشه او زنی که در دورترین قریه قندهار و بدخشان و دایکندی هست اونها چطور به دفتر شما مراجعه کنن تا شما از مشکلات اونها با خبر شوین و فقط تشویق و معلومات یعنی چی بانو این مشکل زنان افغانستان را حل نمیکنه تشکر مهربانی شما راست میگین که خانما نیاز دارن به پشتیبانی و رقم که گفتم
ما بسیار نقش ما محدود است از خاطر که زیاد از ارگ بیرون نمیرم ما کاش که میتونستم یک دفعه به جلال آباد رفتم یک دفعه به هرات رفتم و امرای رئیس جمهور یک دفعه به غور رفتم فکر میکنم الان میسه و کندوز امرای رئیس جمهور رفته بودم وقتی که امکان دارم میرم ولی وقتی که امکانیت برای ما نیست نمیرم شما پرسان میکنیم که چی کار ما چطور میبینم یک چیز که دیدم که بسیار از او خفه شدم وقتی که پس اومدم در افغانستان در 2001 یک چیز دیدم که احترام بزن بسیار گم شده بود و ما تمرکز میکنم که خانوما باید باز امی جایی که داشتن در خانواده و در جای دیگر که احترام کسای برایش احترام داشتن خوشویم که میرفت بازار هیچ کس امرایش کدام آزار نمیداد خانمای خانواده رئیس میرفتن سر کار یکیشون در چیز در شفاخانه جمهوریت نو که شده بود ولی میتونیم حدس کنیم که سینما چند است دو شفاخانه جمهوریت شد مدیر شده بود یکی در وزارت معارف کار میکرد یکی دیگر چیز اناونسر در آرتیه بود پس آن رفت یک پیچدی گرفت پس آمد در اکادمی بود ایطور است که ما یک وقت وقتی که نو عروسی کردم و اینجا آمدم و زندگی کردم ما یک وقت دیدم و شاهد هستم که خانمای افغان درون در خانواده و بیرون از خانواده برایشون بسیار احترام داشته باشند و هیچ وقت توهین نمی شدن و ایرا ما البته فکر کردم که ما اینمی چیز می خواهم پس بیارم که اینمی احترام متقابل که برای خانم احترام داشته باشه و که خود خانم برای مردم احترام داشته باشه که البته جامعه ما یک کمی آرامتر شوه چرا هر وقت که یک مشکل است دو زدن ولد زدن و چیز است این قبول نیست تشکر یک سوال دیگه هم میگیریم شما بفرمایید میره بانیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما قیس محمدی هستم استاد پوهنځی اقتصاد میخواستم بپرسم که با وجود از اینکه ماشاءالله دفتر مختص به خود دارین اما ما مسئولین اقتصاد فکر میکنیم که از نظر اقتصادی یک تعداد زیادی از مشکلات خانواده ها و خصوصا خانم ها حل شده میتونه مثلا اگر خانم ها از نظر اقتصادی تقویت شوند این میتونه تاثیر مثبت بالای کاهش خشونت های خانوادگی داشته باشه میتونه که قدرت خانم ها را در خانواده بیشتر کنه و به امثال از این در ساحات دیگه میتونه تاثیر مثبت داشته باشه اگر امروز فعالیت ها وجود داشته فکر کنم بسیار زیاد پراگنده بوده در قسمت تقویت اقتصادی خانم ها شما به خاطر منسجم ساختن ازی آیا امکان داره که در آینده برنامه را بریزین که به اساس از او بتانیم خانم ها را در قریجات بسیار زیاد دور که آگاهی کمتر در اونجا وجود داره از نظر اقتصادی تقویت بسازیم و بالاخره باعث ازی شد که اولادای آینده افغانستان اولادای پرقدرت تر باشن تشکر مهربانی شما گپ میزنیم در تقویت اقتصادی خانوما همینطور که توانمندی اقتصادی داشته باشن ما در نمی موضوع در نمی بخش زیاد کار کردم و البته شما شنیدین که یک اتاق تجارت برای خانوما مخصوص برای خانوما با وجود اومد یک سال پیشتر و ایرا امینجا میتونین ببینین که ما چی را کم کمک میتونم کنم. ما یک نفر هستم. امرای کارمندای ما زیاد نیستیم. ولی ای را چی کردیم؟ ما نفرای او یک گروپ خانوما که متشبس هستن. جوان بودن. البته ما بین 25 و 30 ساله بودن. پیش ما اومدن و امرای ما گپ زدن سر فعالیتشون
در وقت یک گروپ بودن، یک رقم همکاری میکردن یکی با دیگر، دیتابیس داشتن و چندین چیز انجام میکردن. آیستا آیستا چندین دفعه پیش ما اومدن، پس آن یک روز گفته بودن که والا آسانتر میشد برای ما که یک اتاق تجارت مخصوص برای خانوما با وجود بیاریم. من گفتم چرا نکنین؟ اینمی تشویق که میکنم مثلا. و برای ما گفتن که چرا مشکلات داشتن. و من تانیستم از تاریک دفتر ما تسهیلات بیارم که اونا بالاخره رسیدن به شورای اقتصادی، شورای عالی اقتصادی و اجازه برایشان شد. و این فکر میکنم ما چرا اونا را کمک کردم؟ از خاطر که اونا یک نهاد که پایدار میشه و پایدار البته شروع کرد و این نهاد علی در چهار ولایت که امی چهار شهر کلان امونجا یک بخش چیز که این آیستا آیستا با کل خانمای افغانستان که میخوان در بزنس متشبس تجارت پیشه شوان میتونن امرای شما کمک کنن. تشکر. ما ناگزیر هستیم در اینجا یک وقفه بگیریم. بیننده عزیز، پس از یک وقفه کوتاه بحث ما با بانوی اول افغانستان ادامه دارم. بیننده عزیز، شما گفتگوی ویژه ما را با بانوی اول افغانستان خانم رولا غنی میبینین. خانم غنی، یک سوال، چون شما از لبنان هستین، در امریکا زندگی کردین، دکتر سیب اشرف غنی هم در امریکا دیدین، یک سوال که احتمالاً در ذهن مردم ما است است که شما با همدیگه با کدام زبان گپ میزنین؟ فارسی، انگلیسی؟ اول یک چیز باید بگویم که ما در لبنان یکی دیگر شناختیم. ما در لبنان در پانتون دکتر سیب اومده بود که لیسانس و ام ای بگیره و امونجا آشنا شدیم. زبانی اول که چی بود شریک بود انگلیسی بود. و البته از خاطر که وقتی که ازدواج کردیم در لبنان، پس اومدم امینجا چیز کابل اومدیم و امونجا دکتر صاحب دپانتون درس میداد. پایانترین چیز نمیفهم پوهاندهای میگین یا چی هستن؟ احتمالا در اون زمان نامزد پوهیالای. پوهیالای بود. امینجا زیادتر داری گپ میزدم و یک کمی پشتو. چون ما در خانواده خسورم و خوشویم زندگی میکردیم. پس که با امریکا رفتیم از خاطر پی اچ دی، از خاطر دکتری رئیس صاحب، در امریکا که شدیم و که اولاد شدن، بسیار مشکل است که و که اولاد که کدام زبان برای اولادا بیاموزیم. ایتو شد که زیادتر سر انگلیسی کردیم که میخواستیم در اون وقت هیچ نمیفهمیدیم که پس در افغانستان پس میاییم. یعنی تصورم نمیکردیم. خب حالا با کدام زبان گپ میزنین امروز دکتر سیب؟ زیادتر در انگلیسی ولی یکان دفعه در دری و یکان اصطلاح در پشتو میگم. یکان اصطلاح در پشتو. خب گاه مشاجره میکنین با دکتر سیب؟ نه خیر. هیچ وقت؟ نه. شما میفهمم که یک شهرت پیدا کرد که البته یکان دفعه بسیار سخت گپ میزنه. ولی ایتور است که هیچ وقت به جای نمی کنه. امرای شما سخت گپ؟ امرای ما هیچ مشکل نداره. چطور؟ چرا؟ ما در افغانستان میگیم که در پشت هر مرد موفق دست یک زن موفق است. شما تصور میکنین که اگر بانو رولا غنی خانم دکتر اشرف غنی نمی بود و یک خانم لبنانی که بعد تابعیت شهروندی امریکا را هم گرفته، دکتر اشرف غنی به مقام امروز میرسید؟ بله فکر میکنم. از خاطر که شما البته اینمی مردم افغانستان یکان دفعه از یادشان میره که شوهرم یک نفر بسیار فوق العاده است. هم
شما احتمالا اولین زن هستین که در مورد شوهرشان با این بزرگواری صحبت میکنین. امی تو نگوین. امی من میشناسم زیاد از خانوما که بسیار شوهرشان تقدیر میکنن. ولی این راستی است که ام افغانستان میفهمه. و ام او کلان شده امی 5 سال اول زندگیش ام را یک پدر کلانش در سرخاو در لوگر کلان شده. زیاد امی روستایی زندگی روستایی میفهمه. پس آن امینجا مکتب رفته بسیار لایق بود. پس به لبنان آمد که چیز بیای بگیره و چیز. همیشه توانمندی فکری بسیار کلان داره. هوشیار است و فکر میکنم که آهستا آهستا مردم میفهمن که هوشیار است که میبینه که سیاست چطور سیاست اداره میکنه. هیچ زیاد انفعال نمیکنن. هنوز که میگن که چیز انفعالی نه بلکس یک صبر میکنن. ببینیم که دینامی شرایط سخت افغانستان امروز چطور اداره میکنن. خب البته چطور از جنگ داخلی جلوگیری میکنن. شما در مورد جنگ داخلی گفتین. یقینا شما زمان در لبنان با دکتر اشرف غنی آشنا شدین که جنگ داخلی در لبنان جریان داشت. هنوز جریان داشت. بعد من ایکاجوان نیستم. خب اما به احتمال قوی شما جنگ های داخلی لبنان به یادتان هست که سبب بله سبب ویرانی لبنان شد. چی در سایر مردم افغانستان میتونن از جنگ لبنان بگیرن؟ شما به عنوان بانوی اول افغانستان چی درس های را آموختین که امروز میتونین به افغانستان انتقال بدین؟ یک درس کلان میگیرم که صلح به دست هر شهروند است. سعیست که یک نفر نمیتونه صلح کنه، ولی اگر کل شهروند داره یک جای بشینن و تصمیم بگیرن که میخوان صلح، میتونن برای صلح کار کنن. ما پرسال یک سیمپوزیوم داشتیم که سر از این موضوع بود که 300 خانوما اشتراک کردن در این سیمپوزیوم و سر صلح اجتماعی گپ زدیم. صلح اجتماعی یک فرق داره با صلحی که ما بین نفرایی که جنگ میکنن است. صلح اجتماعی ما بین خود ما هستیم. علی اینطور است که خشونت یک رقم رواج شد در جامعه ما است و این قابل قبول نیست. ما باید از خشونت جلوگیری کنیم. ما باید باز با یک اسلوب احترام و باید اسلوب میانجیگری کل مشکلات ما حل کنیم. ما نمیگم که مشکلات نداشته باشی. هر جامعه مشکلات داره، ولی اسلوب حل مشکلات باید بسیار آرام باشه. بیان بر بگردیم به مناسباتتان با رئیس جمهور افغانستان. صحتشون چطور است؟ بسیار خوب است. نام خدا. کنم امی چوب امی جاست. خب. نظر نشوا. فکر میکنین که آماده نامزدی به دور دوم ریاست جمهوری هم هستن؟ شما مشوره میتین که باز هم نامزد ریاست جمهوری باشن؟ من هیچ مشوره نمیتونم دنم هیچ چیز. او خودش میفهمه. خودش وضعش میفهمه. خودش میفهمه توازن خانم رو بخیر. اگر شما یک خانمی که دو تا ماستری دارین، درست با سواد هستین، اگر شما حاضر نیستین در همچون موارد به یک مرد از افغانستان مشوره بتین، پس انتظار ما از خانم های بی سواد افغانستان چی باشه؟ ولی این تصمیم خودش. نظر شما چیه؟ نه سل کنین، شما نمیفهمیم. هر کس تصمیم خودش باید بگیره، زن باشه یا مرد باشه. ما البته میگم که چی خوش ما چی است، ولی خوش ما سری تصمیمش نباید تاثیر داشته باشه. ما خوش ما است که البته بعد از یه چیز اگر چیز کامیاب نشد یا چیز کاندید نشد و کامیاب نشد، بسیار راحت میشم از خاطر که آیستا آیستا بسیار زهیر میشم و نمیتونم که البته 5 سال دیگر بگیرم. ولی اگر کامیاب شد، البته دفتری ما کمتر میسازم که فعالیت هنوز داشته باشه، ولی که زیادتر. ولی شما طرفدار هستین که
بار دیگه نامزد ریاست جمهوری نباشه. یعنی در زندگی شخصیتون برای ما فرق نداره. برای ما میتونم هر چیز که کنم، من میتونم ایرا چیز خودم زندگی ما ترتیب کنم. بسیار خوب. اگر چند سال شد شما با دکتر اشرف غنی آشنا هستین؟ آشنا هستم البته پیش از ازدواج و بعد. بله، 47 سال. 47 سال. اگر یکی از خصوصیات دکتر اشرف غنی را تغییر میدادین، کدام یک از خصوصیاتش می بود؟ هیچ یکی. او سال کنین بسیار نادر است که آدم هم هوشیار باشه هم دلسوز باشه. یا دلسوز می باشه و یا کمی هوشیار نمی باشه، یا هوشیار می باشه و بسیار دلسوز نمی باشه. بسیار چی می باشه ده. از خاطر که هوشیار است می تونه. من تو ما بسیار راضی هستم. بسیار خوب. بازم میخوام بگم که کمتر خانم در افغانستان در مورد شوهرش با این بزرگواری صحبت میکنه که شما صحبت میکنین. خب به نظر شما بزرگترین دستاورد دکتر اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان چیست؟ کوتاه اگر بگید. دستاوردش که او میفهمه چطور کدام را بگیره تا که این کشور پس مرفع شوه، پس چی باشه، امنیت دما بینش باشه، پس یک افغانستان که یک جای خوب برای هر همگی زندگی خوب داشته باشه. بسیار خوب. به نظرتون در 4 سال گذشته بزرگترین اشتباهشون چی بوده؟ فکر نکنم که اشتباه بود، ولی فکر میکنم که موجه بود و بسیار موانع که زیاد مردم او نماندن، که اگر شوهرم میماندن، که من تنها داخلی نمیگم، خارجی ها میگم. مثلا چه کار نماندن؟ نماندن که خودش علی مثلا او رئیس جمهور است، ولی یک تیم دیگر هم است. منظورتون رئیس اجرایی است؟ رئیس اجرایی است که اونا زیاد موفق نمی باشند. خب یعنی دلیل عدم موفقیت رئیس جمهور و تیمشان در وجود ریاست اجرایی هم میدانین شما؟ مثلا شما کلتون هم اینجا میفهمین که سرانوال که داریم یک سرانوال خوب پیدا شد، همه طور فکر نمی کنیم. یک سرانوال خوب است، از جامعه مدنی اومده و کار خوب میکنه و از خاطر که امو اینجا است چیز چندین مسئله فساد و چیز کمتر شده. 2.5 سال گرفت که شد تا که قبول کردن که این نفر بیاره. 2.5 سال. این همی 2.5 سال که من یک سرانوال نداشتیم. این چی را میگین؟ این مانع نیست؟ خب پس شما میگین که ریاست اجرایی دکتر عبدالله مانع است در موفقیت شوهر شما؟ نمیگم که مانع موفقیت، ولی او یک اجندا داره و دکتر صاحب یک اجندا دیگر داره. ولی وقتی که دو اجندا میباشن بسیار مشکل است که یک جای شود. خب بحث فساد در افغانستان، شما میدونید که افغانستان متاسفانه یکی از 3 یا 4 کشور فاسدترین دولت های جهان است. همیشه هم اندکس هایی که از طرف نهادهای ناظر نشر میشه میره نشان میده. فکر میکنید در این زمینه حکومت وحدت ملی موفقیت داشته؟ در این اندکس هایش تغییر نامده؟ اونا باید بفهمین که نمی اندکس های همیشه سه سال تاخیر دارد، از خاطر که باید گزارش کنن و پس ایگار از گزارش پخش کنن و پس یک استادی کنن، یک مقاله نوشته کنن و این چیز کنن. ما میفهمم از خاطر که یک راپور اومده بود در ماه البته نوامبر یا دسامبر که سر دسترسی خانوما با خدمات عدلیت، با خدمات قانونی. درست. و او هم گفته بودن دینامی چیز که
بدترین کشور دو تا کشور سوریه و افغانستان است. درست. ولی شما میفهمین که چقدر اصلاحات اومد در سیستم عدلی افغانستان است و خاصتاً با چیز راجع به خانوما. در خود سر محکمه یک دیوان خاص است که برای خانوما، برای مسئله خانوما و مسئله فامیلا. خب نهاد سازی شده ده. اما بحث ببخشین، اما بحث ایست که باشید. چقدر مؤثر است در کاهش فساد؟ من خلاص نکردم، میخواستم بگویم که من اینطور شد که من میشناسم امی خانوم که رئیس امی نهاد که ای را پخش کرده، برایش یک ایمیل روان کردم چون در امریکا بود، برایش یک ایمیل کردم گفتم من تعجب کردم از چیزتان، ممکن است که من امرای تیمتون که اومده بود و معلومات جمع کرده یک نشست داشته باشم یا یک ارتباط داشته باشم. پس برای ما روان کرد که ولی نه ما کدام تیم روان نکردیم، ولی ما سر گزارش سالهای پیشتر چی کردیم. این همی خب. چی بود ببینیم. که یک چیز میگفتن که 3 سال پیشتر بود. درست. ولی اما از قضایای بزرگ فساد مثلا کابل بانک. بله. درست. در یکی از اولین وعده های رئیس جمهور بود که ما حل میکنیم، تا به امروز حل نشد. اونا میگفتن در روزهای اول ریاست جمهوری خود حل میکنیم، تا به امروز سرنوشت معلوم نیست. شما چیزای دقیق از ما پرسان میکنیم که ما دقیق نمیفهمم. خب ما این سوال دیگه میکنم که چندین چیز شدن. درست. سوال دیگه ببینین، یک شرکت لبنانی به نام خطیب و العالمی به افغانستان آمد و در افکار آمد، سوشل میدیا نمیدانم رسانه ها گفتن که برادر شما در این شرکت نقش داره. درست. متاسفانه رسانه دروغ گفتن. آها. کارشان خوب نکردن. یک نفر به تخلص برادر ما است ولی او برادر ما نیست. درست. اما بازم سوالی که درست سوالی که در افکار ما وجود داره است که اگر بانوی اول افغانستان یک لبنانی نمی بود، آیا ممکن بود که یک شرکت لبنانی به افغانستان بیاید و این همه قراردادها را بگیره؟ شما کدام مشکل دارین امرای سی شرکت؟ شما سایتش را دیدین؟ دیدین که با سویه بین المللی کار میکنه و شرکت که یک شرکت است که در جایای ناامن کار میکنند. هیچ پروبلم نداره که مشکلات انفجار امینجا یا مظاهره امونجا و چیز. چندین دلیل هستند که این شرکت انتخاب شده. درست. ولی ربط با شما به ربط ما نیست که ما اونا را نمیشناختم. درست. و یک سوال آخر ما است. فکر میکنم وقت برنامه دوستا برای من میگن به پایان رسیدم. شما اخیرا تذکره الکترونیک گرفتین، درست است؟ و با گرفتن تذکره الکترونیک از طرف شما و شخص رئیس جمهور این پروسه ظاهرا آغاز شد. در قومیت شما چی نوشته شده؟ ای تشکر که از این سوال پرسان کردیم. ما اینطور شد که خداوند بزرگ ما خواست که در یک فامیل در خانواده در لبنان که عیسوی است تولد شد و ما کلان شدم امونجا در دین عیسوی. ولی اینطور شد همچنان که نصیب ما شد که خداوند مرا با رای دکتر صاحب، رئیس صاحب ماند و که ما ازدواج کردیم و ما این از 43 سال است که امرای در یک فامیل مسلمان پشتون زندگی میکنم. ما همینجا در افغانستان دین ما اسلام است، قوم ما پشتون است. خب پس در قوم شما پشتون نمیشه. ولی واضح است که اینطور مخفی نمی کنم، هر کس می فهمه کجا تولد شدم، در کدام فامیل تولد شدم و می فهمن در کدام خانواده آمدم، عروسی کردم و یک آزو از امی خانواده شدم. چی می خواستین که نوشت کنم؟ نه من فقط می خواستم بدارم. من می خواستم بدارم چون شما چون می دانین که بحث تذکره الکترونیک یک بحث جنجال برانگیز
متاسفانه در افغانستان شده و بعضی از باشنده های از افغانستان میگن که مثلا قومیت ما ذکر نشده. مثلا سادات دیروز یک گزارش نشر شد که میگفتن چرا قومیت ما در این تذکره ذکر نشده. و مردم افغانستان دروغ است. این یک چیز است در تذکره قوم که پشتون میکنین یا هزاره یا ایماک یا عرب یا هر چیز که میخواین و ملت افغان. درست. اما همه اقوامی که ساکن افغانستان امی چیز قوم ام اینجا هست. بله قوم هست، اما همه اقوامی که ساکن افغانستان هستن همه از اونا ذکر نشده. خانم رولاغنی شما میتونید که با دفترتان دوباره چک کنید. مثلا سادات افغانستان چند بار است که اعتراض میکنن در این رابطه که چرا قوم سادات حرف از اونا است، چرا قوم سادات ذکر نشده؟ اونا قوم هستن یا اونا؟ این سوال است که اونا باید جواب بدن. اما سادات فکر میکنم یک چیز است که یک طبقه در مابین قوم و چندین قوم سادات دارن. اونا قوم تشکیل نمیکنن. خب تفسیر و استدلال شما یک چیز. نه او چیز نیست که این قوم نیست. اما سادات های افغانستان اعتراض دارن. ای که ای قوم هستن نیستن حرف جدا، اونا اعتراض دارن. درست. خب بازم سوال میگیریم، سه سوال باقی مانده میگیریم. تمام، شما فرمایید. سوال من این هست که شما گفتین که محدودیت دارین و گفتین که در قسمت مشارکت سیاسی زنها اقدامی را نکردین، با وجود ای که خود موجودیت شما در ساختار دولت افغانستان یک گام بسیار بزرگ بود برای تثبیت جایگاه زنان افغان، و با وجود ای که جلالت مآب مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تاکید زیادی در سهم ساختن زنان در ساختار دولت دارند و بارهایی را گفتند که هیچ تبعیضی را در مقابل زنان نمیپذیرند، چطور اونا به شما صلاحیت نمیدن که شما سر مشارکت سیاسی زنان کار کنین؟ تشکر. باید دیگه هم سوال بگیریم. شما بفرمایید آقا در. سوال ما این بود که ما هم چند روز پیش در آستانه یک سمپوزیم بودیم. سمپوزیم بین المللی بود که این پنجمین دورش بود. یالا کدام ساختار است که از قطعنامه نظارت شود؟ تشکر. یک سوال دیگه هم میگیریم. شما بفرمایید. بانوی نخست کشور، شما به عنوان یک زن در جامعه افغانی زندگی میکنین، اما در طول حکومت وحدت ملی افغانستان به کرات ما دیدیم که زنان افغانستان مثل فرخنده، مثل رخشانه و یا سایر زنهای افغانستان مثل سریا که در سایر ولایت افغانستان اینا نفله شدن، مثله شدن، سوختانده شدن. شما موقفتان به عنوان بانوی نخست کشور و موقفتان به عنوان یک بانو یا یک زن چی بود؟ شما با رئیس جمهور چگونه در این مورد صحبت کردین؟ خودتان موقفتان چگونه بود که از این حقوق از اینا آیا دادخواهی کردین، نکردین؟ اگر کردین نتایجش چی بود؟ در حالی که ما نمیبینیم هیچ یک قاتلینه که اینا را به قتل رساندن و یک کسایی که اینا را سنگسار کردن و دادگاه کشانیده نشد. حتی قاتلین فرخنده دادگاهش نمایشی و کاملا بی‌معنا بود که ما نتونستیم چیزی از دستش بگیریم. تشکر. یک سوال آخرم میگیریم. بفرمایید شما. سوال من این بود که آیا در مورد آزار و اذیت خیابانی زنان و دختران کدام تدابیر را شما اتخاذ کردین یا برنامه های را شما در دست گرفتین؟ مثلا پیشنهاد به وضع قانون خاص و یا ایجاد نیروهای امنیتی خاص یا پلیس خاص؟ تشکر. خانم غنی میربانی، اولین چی بود؟ اولین سوالی بود که شما با وجود که یک نهاد به نام دفتر بانوی نخست دارین، چرا رئیس جمهور به شما اجازه نمیده که در زمینه مشارکت سیاسی زنها کار بیشتر بکنید؟ جوابش بسیار آسان است. رئیس صاحب در چارچوب قانون اساسی کار میکنه و در قانون اساسی هیچ ذکر نشده که یک بنو اول یا نقش داشته باشه. باید هنوز غنیمت است که مرا نقش سمبولیک است. ولا البته در اول سمبولیک بود. البته ما خوبتر میخوام بگویم که نقش ما معنوی است. پشتیبانی میکنم، جرأت میتونم برای خانوما، ولی نقش ما یک نقش سیاسی ندارم. درست. سوال دومی بود که وقتی که شما سیمپوزیم ها برگزار میکنید، چون در افغانستان در 16 سال اخیر یک تعداد زیادی از این محافل برگزار میشن، پول مصرف میشه، دونرها پول میتن، ولی تاثیر روی زندگی مردم نداره، آیا ساختار برای تعقیب مواد قطعنامه سیمپوزیم آخر شما وجود داره؟
که تعقیب میکنم آقا عزیزم. بله، امی سیمپوزیوم یک سیمپوزیوم مخصوص برای خانومای افغانستان است و دو سیمپوزیوم اول خارجی ها کرده بودن، یکی در واشنگتن و یکی در اسلو. وقتی که اومدم سوم سیمپوزیوم میخواستن بسازن امینجا در افغانستان، اومدن پیش ما که همکاری دفتری ما بگیرن و آیستا آیستا البته ما امرایشان شیشتیم و سیمپوزیوم سوم کردیم که نقش زنان در افغانستان. و هدف ما از این سیمپوزیوم است که نشان بدم به خارجی ها که ما خانوما وارد، قوی، فهمیده میتونن قرار بگیرن. در افغانستان داریم نه تنها در کابل ولی در تمام ولایت و همیشه از اشتراک کنندان کوشش میکنیم که نیم از اشتراک کنندان خانمای ولایتی میباشه. خب اما کدام میکانیزم برای تعقیب؟ بله میایم امی سیمپوزیوم چهارم گفتم که سر صلح اجتماعی شد و ما از بحث هایی که شده بود در گروپ های عملی یک پلان عمل ساختیم که برای هر اشتراک کننده روان شده. درست. و اونا که پس رفتن در جایشان امونجا خودشان عملی کردن. ما فرض نمی کنم ولی تشویق می کنم. این دفعه سر شهروند مسئول سیمپوزیوم بود و کتانما بود که البته دو چیز است، یکی کتانما، یکی پلان عملی. کتانما این یک پیشنهادات برای وزارت فلانی، وزارت مثلا معرف باید در کوریکولوم امی شهروند مسئول تفسیر کنه یا وزارت حج و اوقاف امی طور باید باشه، نفرای چی باید کنن، این امی کتانما است. پلان عمل یک چیز دیگر است. پلان عمل یک چیز که خودشان اشتراک کنندان شیشتن بحث کردن و گفتن والا ما در جامعه ما میتونم این چیز کنم. مثلا یک خانم بود از ولایات که هوای بسیار خشک است که هیچ باران نشده و گفته بود که امونجا نفرای او بسیار کم شده و ما از لحاظ شهروند مسئول یک بحث داشتیم سر او و مصرف او. درست. و گفته بودیم که او یک چیز که مربوط به همگی است. سوال چهارم ولی نه بگویم تون که چی کرد. درست. او پس رفت در ولایت خود یک شان تا خانم جمع کرد و رفتن به والی از خاطر که زورمانده شای امیک کده بودن و او برای کلگی را میفروختن و باید برش میخواست بگویه که اینمی او از کل ما هستد. شما میدونید که در کابل هم چاهای عمیق به صورت غیر قانونی کنده شده و شرکت های آب که آب شهروندان کابل میگیرن و میفروشن بالای مردم دوباره. خب سوال سوم ای بود که وقتی که مثلا زنان مانند فرخنده کشته میشه در روی سرک به وحشتناکترین شکل و بعدا یک دادگاه که با گفته دوستی که سوال کردن خانم یک دادگاه نمایشی برگزار میشه و هیچ کس هم مجازات به شکل قانونی و شرعی نمیشه، واکنش شما چیست؟ بانوان بانی میخواست یک بخش از دفتر ما است که این مسائل پیش میبره و همیشه ما در خبر میباشیم که وقتی که یک حادثه وحشتناک میشه سر یک خانم علاوه یک خانم در هر افغانستان، ما زیادتر کوشش میکنیم که معلومات صحیح بگیریم. یکان دفعه امی مسائل البته دو سال پیش شده بودن یا گذشته ولی از لحاظ سیاسی کس میخواه پس یک چیز کنه و ای را پس میاره. ولی مثلا برای فرخونده ما امرای فامیلی شیشتم زیاد دیدیم و فکر میکنم که ریاست جمهور بسیار کمک کرد. اونا 3 سال شد که زندگیشان تامین شد در یک کشور مجاور. آدم نمیتونه کلی چیز حل میکنه ولی کوشش میکنه. خب سوال آخری بود که آزار و اذیت خیابانی خانم ها و دخترها در افغانستان متاسفانه یک مشکل جدی است. شما
دفتر شما آیا روی طرح کدام قانون یا پالیسی در این رابطه کار کردن نکردن؟ فکر میکنم که وزارت امور زنان سر از این کار کرد و یک مقررات بخش شده. نمیفهمم که قانون شد یعنی شما میفهم قانون شد؟ زیر نظر است؟ بسیار خوب. اینطور است که من میخواستم بگویم از او خاطر ما تأکید میکنم سر احترام متقابل. اگر رواج احترام متقابل میشه پس احیا میشه و پس به هر خانواده چی میشه این مشکل در خیابان بسیار کم میشه چون اگر یک نفر میبینه که یک خانم آزار سرش میشه او میایه میگه که چی میکنی چرا؟ بسیار تشکر خانم رولا غنی. ممکن است که یک چیز بگویم که چون مهم است چون علی وقت انتخابات است و میفهمیم مردم زیاد پیش ما میایند و ما بینشان نفرای هستند که وکیل میخوان کاندید شوند برای ویکالا وکیل برای پارلمان. ما بسیار کلگی را تشویق میکنم که شرکت سهم بگیرین با انتخابات، نامتون ثبت کنین، برین رای بدین و اگر میخواین کاندید شوین کاندید شوین، چرا نه؟ منتها مقام ما بفهمین. ما نمیتونم هیچ کس پشتیبانی کنم، هیچ کس از طرف ما کاندید نیست. ما کلگی را میخوام موفق باشن و هر کس که باخت باخت و هر کس که کامیاب شد کامیاب شد. بسیار تشکر خانم رولا غنی از اینکه بر ما فرصت دادین و تشکر از شما حضار تالار. بیرندای عزیز، برنامه ما در قصر چارچنار ارگ ریاست جمهوری افغانستان با خانم رولا غنی در همینجا به پایان میرسه. تا دیدار، خدایار و مددگار شما.